خانم بلوچ، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کردید برای این مصاحبه. نوروزتون مبارک. و چه احساسی دارید با این نوروزی که پیش اومده و این جایزه‌ای که گرفتید؟ من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که این ما رو میبینند. قبل از هر چیز من هم به نوبه خودم نوروز رو به تمام هموطنانم در سر تا سر دنیا تبریک میگم و امیدوارم که این نوروز و این سال جدید برای همه هموطنانمون سالی باشه سرشار از شادی و دلخوشی، سالی باشه که ما بتونیم در این سال آزادی، برابری و عدالت رو تجربه کنیم و مردمون از ظلم و ستم نجات پیدا بکنم. خب نوروز برای همه ما در واقع توی ایران، برای ما ایرانی‌ها قطعا پیام آور بهار هستش. وقتی که میاد همه شادی میاره با خودش، هرچند که در دو سال گذشته خب مردم ما به خاطر اتفاقاتی که توی ایران افتادن واقعا همه نوروزهای جورایی همراه با غم هستش، با عزیزانی که از دست دادیم در طور انقلاب ژینا. ولی حالا در مورد این بحث جایزه که در واقع یه جوری هماهنگیش با در آغاز نوروز بود، برای من علاوه بر این که یک احساس غم رو به همراه داشت به خاطر تمام زنانی که در ایران، چه اونهایی که در زندان هستن، چه اونهایی که کف خیابون دارن می جنگن، و در واقع من معتقدم که این جایزه یک جایزه شخصی نیست و این جایزه مال اون زنان هستش که توی ایران دارن مبارزه میکنن، توی زندان ها دارن مبارزه میکنن، و زنانی که حتی توی بلوچستان هستن مبارزه میکنن، مبارزه شون از تو خونه شروع کردن، اما هیچ کس حتی نامی از اونها نمیدونه. آرزو داشتم که اونها بودن امروز توی این جایگاه، ولی از طرفی هم احساس خوشحالی دارم برای اینکه دنیا داره صدای زن ایرانی رو میشنوه، دنیا داره مقاومت و مبارزه زن ایرانی رو میبینه، دنیا برای اولین بار صدای انسان بلوچ و زن بلوچ رو شنید، و این برای من خیلی خوشایند هستش. و فکر میکنم نه تنها به خود من چیزی که توی این چند روز گذشته دیدم، به خیلی از زنها مخصوصا توی بلوچستان و خیلی از زنهای ایرانی دیگه، دوستان که پیام میفرستادن، این خوشحالی رو در اونها دیدم و شاید باعث بشه که انگیزه بیشتر، گرچه زنان ایرانی همچنان مقاومت دارن میکنن، مبارزه میکنن، ولی برای خود من در واقع این انگیزه بیشتری برای محکمتر قدم برداشتن با مقاومت بیشتر و مبارزه محکمتر هستش. نوروز زمانیه که فامیل هام همه خانواده ها با هم هستن. آخرین اخباری که شما از خانوادتون دارین، از پسرتون، از برادرتون که بعد از بازگشت به ایران دستگیر شدن، چی هست؟ قطعا همینطوره، همونطور که گفتم متاسفانه این نوروز پارسال، نوروز امسال برای نه تنها من و خیلی از هموطنانمون خیلی متاسفانه با یک غم‌های عجیبی در واقع عجین شده بود. خب قاعدتا برای منم همینجوری، البته من برادرم ایران بود، پسرم فقط از اینجا برگشته بود که دستگیر شد. یه چیزی که من فکر میکنم نه تنها در مورد پسر یا برادر من هستش، در مورد تمام کسانی که در واقع گرفتار میشن در یک بار، این تجربه میکنن زندان‌های جمهوری اسلامی رو، شاید هیچ وقت دیگه اون آدم قبل از رفتن به زندان نشن. و زندان رفتن یک شخص شاید نه تنها اون شخص رو فقط زندگیش رو تغییر میده، تحت تأثیر میذاره کل یک خانه و چند تا خانواده. متاسفانه برای من، نمیتونم بگم فقط من بودم، برای کل اعضای خانوادم و حتی خود پسرم که حالا متاسفانه حکمی که خب گرفت، یک سال حکم زندان گرفت تعلیقی، ولی مثلا دو ماه رفت زندان، بعد از زندانم خب دو سال ممنوع خروجش کردن، از لحاظ روحی خیلی آسیب دیده. یا مثلا برادرم که از کار اخراجش کردن، الان هیچ جا دیگه بهش کار نمیدن و اونم دقیقا زندگیش کاملا متلاشی شد. ولی من برای خودم به شخص یه چیزی که همیشه، این حتی زمانی که پسرم زندان رفت یا حتی زمانی که از طرف خیلی ها قضاوت می شدم به عنوان یک مادر که می گفتن تو چه جور مادری هستی که مثلا دلت واسه پسرت نمی سوزه، اگه تو پسرتو دوست نداری چطور می تونی بچه های دیگر رو دوست داشته باشه که براشون مبارزه کنی؟ ولی من اعتقادم این اتفاقا
من در مورد خودم همیشه میگم چون بچه های دیگر رو دوست دارم و اتفاقا چون بچه خودم رو دوست دارم دارم مبارزه میکنم تا اون درد و رنج رو که ماها تجربه کردیم اونها تجربه نکنن. و فکر میکنم به همه مادرانی که این نوروز من شاید این شانس رو داشتم که تلفن کردم به پسرم و صداش رو شنیدم، اما مادرانی بودن که کنار قاب عکس بچه هاشون داشتن گریه میکردن، از گوهر عشقی گرفته تا صدها مادر دیگه که بر سر مزار فرزندانشون داشتن عشق میریختن و هیچ وقت دیگه این شانس رو ندارن که صدای بچه هاشون رو بشنم. من قطعا مادر خیلی خوش شانسی هستم که هنوز میتونم صدای پسرم رو بشنم. خیلی دردناکه، حرف زدن از اینها برای من به عنوان یک مادر قطعا راحت نیست، اصلا راحت نیست. مردم فکر میکنن که شجاعت وقتی که اطلاق میشه، کلمه شجاعت وقتی به یه نفر میگن شجاع یعنی اون شخص کسی هستش که نمیترسه از هیچی، ولی من فکر میکنم برعکس این هستش. شجاعت این نیست که تو نمیترسی، اتفاقا تو میترسی. من میترسم به عنوان یک مادر، تمام اون مادرانی که توی ایران هستن بچه هاشون رو دوست دارن، میترسن. شجاعت جلو رفتن، قدم برداشتن با وجود اون ترس هاست، رفتن تو دل ترس هاست. تا این کارو نکنیم هیچ تغییری به وجود نمیاد. تغییر درد داره، خیلی درد داره، ولی ما هیچ چاره ای جز اون نداریم. شما راجع به درد صحبت کردید، راجع به رنج صحبت کردید، راجع به این صحبت کردید که انقلابی که در ایران شروع شد، جنبشی که در ایران جنبش مهسا زن زندگی آزادی که شروع شد، انقلاب کسانی بود که غریبه بودن. در این سال گذشته با این شعارهایی که از کردستان تا بلوچستان جانم فدای ایران، آیا شما خودتون رو هنوز غریبه حس میکنید؟ ببینید این خیلی سوال جالبیه. در واقع ما در تمام این سالا این حس رو داشتیم، مخصوصا برای من چون این درد اتنیک بودن و مثلا بلوچ بودن که یک تبعیض مضاعف میاره. میدونیم که همه مردم توی ایران دچار ظلم با ظلم و ستم جمهوری اسلامی روبرو هستن، مخصوصا زنان که شهروند درجه دوم هستن. ولی شما وقتی بیاید مثلا شهروند ایران باشید، زن باشی و بلوچ باشی یا کرد ترک عرب باشی، این خیلی رنجش متفاوت تره. یعنی حتی باید زندگی بکنی اون رنجو، نه حتی که رفتن به اون منطقه اونو شاد نفهم متوجه میگی شاد درک میکنم، ولی زندگی تا زندگی نکنی متوجه نمیشه. من روزی که ژینا رو برده بودن از اون بازداشتگاه، بردنش بیمارستان و برادرش اونجا داد گریه میکرد و میگفت ما اینجا غریبیم، انگار بند دلم پاره شد و تمام این رنج های تمام این سال ها برام زنده شد. شاید خیلی ها براشون چیز باشه که من تو این یک سال نیم گذشته هر جا رفتم با لباس بلوچی رفتم. شاید براتون جالب باشه بدونین علتش چیه. علت این بود، من البته مردم رو مقصر نمیدونم، هموطنانم رو مقصر نمیدونم، و این من چیزی که اعتقاد دارم این چیزی بود که آمدانه و سیستماتیک دولت جمهوری اسلامی میخواست که ما رو از هم جدا کنه، مردم نتونن با هم دیگه اون، یعنی وقتی که شما اون با اون کلید واژه هایی که جمهوری اسلامی در مورد اتنیک ها به کار میبره، قومی مذهبی زبانی، میخواد در واقع میدونه که اگر این انسان ها، این مردم ایران به هم نزدیک بشن، این اتحاد و همبستگی چقدر اونها رو قدرتمند میکنه. و همین خاطر در تمام این سال ها سعی داشته بود که در واقع با اون کلید واژه هاش یک ذهنیت بدی رو نسبت به مردم بلوچ، کرد، ترک یا عرب بده. و خب تو بلوچستان من این رو تجربه کردم، مردم حتی مثلا ما میرفتیم مسافرت نمیدونستن، حتی از روی لباس ما حرف میزدیم نمیدونستن، میپرسن شما مال هندوستان هستید. من اینو خیلی تو دوران نوجوانی تجربه کردم و توی دوران کودکی، و خیلی برام دردناک بود موقعی که از مسافرت برمیگشتیم و مثلا میرسیدم بلوچستان گفتم آخش رسیدیم شهر خودمون، احساس غربت زیادی میکردیم. ولی الان توی یک سال و نیم گذشته تجربه‌ای که من داشتم این بود وقتی مثلا میرفتم مصاحبه میداشتم یا سخنرانی جایی داشتم، اون احساسی رو که من میگرفتم از هموطنان، میومدم بغل میکردم میگفتم جمله‌ای که من خیلی به من اینو گفتم ببخشید ما نمیدونستیم واقعا چه خبر بوده، چه بر سر شما میومده. خب این خودش دلگرمی به من میده، به ما میده. هرچند که در این سالا خیلی احساس ناامیدی به وجود اومده، بی‌اعتمادی به وجود اومده، ولی همین خیلی احساس امیدی به من میده که در فردای آزادی ایران ماها واقعا اگر اعتقاد به برابری داریم، در
آزادی بدون برابری به نظر من اصلا معنایی نداره. اون موقع دیگه مثلا فردا شاید یه کسی هموطن تهرانی من، اصفهانی، شیرازی نیاد بگه ما نمیدونستیم. الان متاسفانه ما خب به عنوان بلوچستانی که مدیای مستقل نداریم که صدامون باشه، ما هم مدیایی که داریم همین امیدون، همین مدیاهای خارج از ایران هستش، فضاهایی که حالا توی این یک سال نمیگذشته گرفتیم، ولی امید دارم که در ایران آینده این اتفاق نیفته و هیچ کس به جرم بلوچ بودن، کرد بودن، ترک بودن، متفاوت بودن زبان، مذهب، فرهنگش سرکوب نشه، شهروند درجه دوم حتی نباشه. ما حتی شهروند درجه دوم نبودیم، درجه چندم بودیم، زنان درجه دومن در ایران، و هیچ کس به خاطر این شهروند درجه دوم نباشه و برابری و عدالت در کشور ما سرلوحه‌ای واقعا هر دولتی که میاد باشه کارش. شما راجع به این صحبت کردید که در بلوچستان که بودید، در ایران که بودید کار کردید، معلم بودید، با بهزیستی کار کردید، با خیریه‌های زنان، خودتون یک خیریه‌ای داشتید برای معتادان. الان خبر میاد از ایران که بیش از 10 زن بلوچ در صدر شوراهای شهر و شورای روستایی هستند. با در نظر گرفتن تجربه خودتون، چگونه میتونین، در چه وضعیتی این بانوان در حال کارن در ایران، با چه محدودیت هایی روبرو هستن؟ ببینید، من هر وقت این در موقع این جور سوال از من میشه در مورد وضعیت زنان، من اول ارجاع میدم به وضعیت کل زنان در ایران، در واقع اون نابرابری و اون تلاشی که زنان در ایران برای به دست آوردن کوچکترین حق و خواستشون دارن، یا جایگاه حتی شغلی که میخوان به دست بیارن نسبت به مردان چقدر تبعیض وجود داره. و شما فکر کنید تو یک جامعه‌ای که شما اقلیت به حساب میاد به خاطر مذهبتون یا هر چیزتون، شما محدود میشید. آره، من خب معلم بودم، من 16 سال معلم بودم. من شاید خیلی از من میپرسن چی مثلا تو رو توی این فعالیت آورد، من همیشه میگم درد، درد بود. و وقتی که ما به عنوان مثلا بلوچ از کمترین امکانات آموزشی و تحصیلی دانش آموزامون، خیلی از درد اون دانش آموزایی که به خاطر فقر نمیتونستن، به خاطر نداشتن مدرسه نمیتونستن تحصیل بکنن، این زنایی که میگن عضو شورا شدن یا اینا، بله داریم، زنای زیادی رو داریم که الان توی چند سال گذشته عضو شورا شدن، شهردار شدن، بخشدار شدن، ولی این بازم برای من مثل این جمله میمونه که مثلا یهو دیدید خیلی ما با این سوال روبرو شدم که مثلا حالا فرزن من نوعی، فریبا بلوچ نوعی کجا بوده تا حالا، یهو مثلا از کجا اومد تو همین دو سال مثلا فعال شده. هیچکی نمیدونه تو چه سالهای طولانی رو با چی جنگیدی که تا به اینجا رسیدی و برای چه چیزهایی و کمترین خواسته ها جنگیدی. من زمانی که توی فرمانداری بودم اونجا، توی کمیسیون بانوان فرمانداری، قسمت مسئول امور فرهنگی و اجتماعی بودم، همزمان هم که معلم بودم اونجا، علاوه بر رنج خودم، انگار من وقتی که میرفتیم مثلا برای مثلا دورای آسیب‌های اجتماعی برای زنان و کودکان میذاشتیم، یا مثلا برای آموزش دانش آموزا توی روستاها میرفتیم، انگار تازه من اون تبعیض و اون فقر رو بیشتر احساس میکردم. این منو کشوند به سمت بهزیستی که دلم خواست یه کار متفاوت برای زنها انجام بدم، زنایی که مثل خودم سرپرست بودن، سرپرست بچه هاشون بودن، تنها زندگی میکردن. و خیلی اون موقع من برای اینکه یک در واقع مرکزی رو از سمت بهزیستی بتونم بگیرم برای بانوان افتاح کنم که در واقع یه چیز حمایتی برای خانم‌ها باشه، خیلی اذیت شدم. میدیدم که آقایونی بودن که همون مرکز رو به اون آقا میدادن، و در آخر زمانی که من یادمه، من این مرکز رو کمپ ترکید، اولین کمپ ترکید یاد بانوان تو جنوب استان سیستان بلوچستان بود که میخواستم بگیرم، این یکی از رنجهای ماست توی کل ایران. نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بود، فکر کنم یک ماه مونده بود، منو بردن، این خودش یه داستان خیلی طولانیه، بردن یه ساختمون درب و داغون به من دادن، گفتن که یه ماه دیگه مونده، توی این یک ماه اگر بتونین افتتاح کنین، چون ما قبل از انتخابات باید اینو افتتاح کنیم چون جزء پروژه‌مون هست. و من اون زمان برای، یعنی قبلش میدونستم که برای همچین کاری باید بگیرم، باید برم ارشدمو رفتم خوندم توی رشته‌های روانشناسی بالینی که باید اینو باید داشته باشم. رفتم بعد از 13 سال دوباره دانشگاه ارشدمو خوندم،
من به معنای واقعی تو اون یک ماه زجر کشیدم، یعنی و یه ساختمون داغون، نه آب داشت نه برق داشت، کارهای خیلی زیادی که اینجا گفته نمیشه. واقعا اینو میخوام بگم، اون زنا با سختی درس خوندن، به سختی فراوان. من میدونم زنایی که توی شورای روستاها هستن چجوری اینا تحصیل کردن با اون امکانات کمی که از روستاها میان به روستا. ولی مسئله مهم این هستش که متاسفانه در ایران با این حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ مناسبت های مهم داری و دولتی به مردم بلوچ، نه تنها زنان بلوچ، داده نمیشه. یک انسان مردم، یعنی مردم بلوچ نمیتونن استاندار بشن، مردم بلوچ نمیتونن قاضی بشن یا مناسبت های مهم تر رو داشته باشن، به خاطر اینکه بلوچ هستن، مذهبشون سنیه و میدونید که جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتاید مذهبی هم هست، علاوه بر اینکه جنسیتی هم هستش. و خیلی رنج زیاد داره این داستان. هر کدوم از این زنا تا به اون جایگاه رسیدن، برای داشتنش، حفظ کردنش، چه چیزهایی رو باید طی بکنن، خودش واقعا خیلی مفصل هستش. ولی چیزی که من میدونم، همه این زنها به خاطر اون رنجی که خودشون کشیدن، شاید حتی قضاوت بشن برای اینکه مثلا خود توی اون سیستم دارن کار میکنن، ولی تو فقط میری اونجا که بتونی به اون زنا و دخترای بیشتر، کودکای بیشتری کمک بکنی. در این مصاحبه هایی که می کردین، در یک قسمتی راجع به دفعه اولی که آمدن خواستگاری، پدر بزرگتون برمیگردن میگن که این یک توفیه که من انداختم رو زمین، نمیتونم بردارم. واقعا دردناک بود آدم اینو بشنوه، ولی نشانه یک فرهنگیه، فرهنگ سنتی است که وجود داره و در این سال گذشته مولانا عبدالحمید واقعا یکی از رهبران این جنبش آزادی خواهی برای ایران بوده. شما رول مذهب رو و در این جنبش چگونه میبینید؟ ببینید، اون بحث فرهنگ رو من اجازه میخوام اول اونو جواب بدم. به نظر من این، حالا من خیلی موقعا که میرم هر جایی که در مورد بحث مباحث نقش تاریخی زنان بلوچ توی مناسبت‌های اجتماعی یا جای دیگه صحبت می‌کنم، میگم که تاریخ بلوچستان رو بخونیم. متأسفانه این اتفاقی که برای فرهنگ بلوچستان حتی افتاد، در همین دوره حکومت جمهوری اسلامی افتاد که آمدانه وقتی که شما رو ببینید از آموزش محروم می‌کنن، از امکانات آموزشی محروم می‌کنن، آگاهی رو نمی‌خوان. وقتی که تو آگاه می‌شی به حق و حقوق خودت، می‌تونی اون رو مطالبه کنی، می‌فهمی، می‌خوای. و این اتفاق متأسفانه در همین دوره افتاد. حتی ما توی فرهنگ بلوچستان، ما لباسمون همین بود، حتی چادر مشکی که در دوران خمینی اومد، به چادر خمینی تو بلوچستان، ما اینو نداشتیم. خیلی متاسفانه چیزهای بدی میبینم اومده که حتی جز فرهنگ ما نبوده. یعنی انگار به جای اینکه به عقب، مثلا نمیتونم بگم به عقب رفتیم، چون وقتی به عقب برمیگردی خیلی چیزهای بهتر میبینی. و ولی خوشبختانه با این در واقع پیشرفت سوشال مدیا و این جوانایی که توی فعالیت‌های اجتماعی هستن، دارن سعی میکنن در واقع این آموزش ها رو بدن، این روز به روز داره خیلی چیزا تغییر میکنه و ما داریم میبینیم نشانه هاشو توی بین زنان و دختران و حتی مردان بلوچ که توی همین دوره‌ای که شما فرمودید، در واقع آره، مولوی عبدالحمید یک روحانی مذهبی بود، در تمام این سالها مردم رو دعوت میکرد به سکوت، به اینکه مثلا حالا حقشون رو میگیره. ولی با این وجود وقتی که این اتفاق افتاد، جمعه خونین زاهدان، با احترام که مردم بهش داشتن، کنار مردم ایستاد، صدای مردم بود و خب احترامشون بیشتر شد. و من فکر میکنم که بعد از جنبش ژینا و حتی بعد از جمعه خونین زاهدان خیلی چیزها تغییر کرد، خیلی چیزها تغییر کرد و من فکر میکنم دیگه مردم به قبل از اون بر نمیگردن. با نوروز شروع کردیم و با نوروز هم تمام خواهیم کرد. شما گفتید که کسی حق نداره که ناامید باشه. شما آینده رو چطور میبینید؟ من آینده رو چون با مبارزه کردن دارم میبینم، من با امید دارم پیش میرم. یعنی میدونم ما در مسیر مبارزه روزهایی داریم که خیلی خسته میشیم، غمگین میشیم، شاید حتی ناامیدی هم بیاد سراغمون. ولی اینی که نباید، من همش خودم با خودم دارم، در مورد خودم میگم، این بوده که تلاش کردم که نذارم اینها منو از حرکت دور نگه داره. همش احساس کردم که اگر میخوام تغییر رو با حتما یه حرکتی انجام بدم. من آینده رو روشن میبینم، اما
با مقاومت، با مبارزه و ناامید نشدن. همونطور که گفتم مسیر تغییر و مبارزه سخت هستش، ولی مهمترین چیز این هستش که ما امیدمون رو از دست ندیم و غلبه کنیم به ترس هامون و جلو بریم و با قدم های کوچیک حتی میتونیم این رو تغییر شروع بکنیم و ما حتی نمیتونیم دنیا رو میدونیم نمیتونیم عوض کنیم، ولی اگر کارهای ما در واقع فعالیت‌های ما حتی تأثیر روی یک انسان داشته باشه و زندگی یک نفر رو نجات بده، یعنی ما رسالتمون رو به خوبی انجام دادیم. خانم بلوچک، دنیا ممنون از اینکه وقت خودتون رو به ما دادید. ممنون از شما.